محمد اسماعیل خان شورای انسجام و مقاومت در برابر طالبان را در مشهد راه اندازی کرد. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. محمد اسماعیل خان شورای انسجام مقاومت در برابر طالبان را در مشهد راه اندازی کرد. شورای اسلامی انسجام مقاومت در برابر طالبان به رهبری محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان مشهور جهادی در شهر مشهد ایران، رودشن به سی جدی راه اندازی شده است. منبع آگاه به اندپندنت فارسی گفت که این شورا با شرکت شماری از فرماندهان جهادی و کادرهای نظامی حکومت سابق افغانستان تشکیل شده است تا جبهه واحده برای مقابله با طالبان در غرب افغانستان پایه‌گذاری شود. این منبع آگاه افزود که جمهوری اسلامی ایران چراغ سبز را برای تشکیل این شورای مقاومت علیه طالبان نشان داده است. ایران تاکنون به جز خدمات جهت اقامت اعضای این شورا مساعدت دیگری در نظر نگرفته است. با گفته این منبع آگاه، بخش زیادی از نیروهای نظامی و غیر نظامی حکومت سابق که روابطشان با محمد اسماعیل خان خوب است، عضویت در شورای اسلامی انسجام و مقاومت در برابر طالبان را پذیرفته اند. این منبع آگاه افزود که سید صادق طه، نماینده سابق پارلمان و فرزند محمد اسماعیل خان، کارهای اجرایی این شورا را بر عهده گرفته است. یک منبع مطلع دیگر به اندپندنت فارسی گفت که سن بیشتر فرماندهان نیروهای مجاهدین در غرب افغانستان بالا رفته و قادر به جنگیدن نیستند، اما از تجربه ها و مشاوره های آنها در شورای اسلامی انسجام مقاومت در برابر طالبان استفاده خواهد شد. یک پیام صوتی منتسب به یکی از شرکت کنندگان در اقامتگاه محمد اسماعیل خان منتشر شد که ادعا می کند در این نشست بیش از 150 تن از فرماندهان و ژنرال های نظامی استانهای بدخشان، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، قندهار و استانهای غربی افغانستان شرکت داشته اند. او می گوید که در این نشست در مورد وضعیت افغانستان و فضاسازی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مخالفان طالبان بحث شده است. محمد اسماعیل خان در مورد موضوعات بسیار مهمی بحث کرد. فضا برای ما میسر شده و جمهوری اسلامی ایران زمینه فعالیت نرمال را برای ما مساعد ساخته است. خدا کند که هر نوع امکانات و اختیار در دسترس ما قرار بدهد. او تاکید می کند که شرکت کنندگان در خانه محمد اسماعیل خان در مورد حکومت فراگیر و تضمین شده بحث کرده اند. اگر حکومت فراگیر ایجاد شود، ما در جایگاه خود هستیم. حکومت تروریستی طالبان را جهان نمی خواهد و این حکومت به خواسته های قدرت های بزرگ جهان توجه نکرده اند. او نوید داد که در بهار سال جاری تحولات در اوضاع افغانستان رخ دهد و گفت که مبارزان سنگرهای خود را حفظ کرده اند. در آخرین ماه‌های نظام جمهوریت مورد حمایت غرب در افغانستان و پیشروی طالبان برای تطرف شهرستان‌ها و استان‌ها، محمد اسماعیل خان همراه با شماری از هراتیان برای دفاع از شهر هرات سلاح برداشتند و با مقاومت علیه طالبان پرداختند. شهر هرات به شکل مشکوکی به دست طالبان سقوط کرد و محمد اسماعیل خان با نیروهایش در پایگاه ارتش جسده هفت ظفر در غرب افغانستان نیز به دست نیروهای این گروه اسیر شد. طالبان به محمد اسماعیل خان اجازه سفر به ایران را داده اند و بیش از یک سال و نیم می شود که او در ایران بسر می برد و تاکنون به هیچ کشور خارجی سفر نکرده است. محمد اسماعیل خان از فرماندهان مشهور نیروهای مجاهدین در مقابل حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 80 میلادی در افغانستان است و نفوذ گسترده در استانهای جنوب غربی افغانستان داشته. با سقوط رژیم طالبان با حمله ائتلاف جهانی بر رهبری ایالات متحده آمریکا به عنوان فرماندار استان هرات و وزیر انرژی و برق در حکومت حامد کرزی رئیس جمهوری وقت کار کرد. محمد اسماعیل خان در رهبری نظامی و جنگ چریکی مهارت دارد و سالها با استفاده از این روش جنگی با نیروهای ارتش سرخ شوروی جنگیده است. با سقوط حکومت افغانستان در 15 اوت 2021 میلادی، بخش زیادی از کارمندان بخش های نظامی و غیر نظامی و ایران سفر کرده اند تا هدف حمله های انتقام جانه جنگجویان طالبان قرار نگیرند. شورای اسلامی انسجام مقاومت در برابر طالبان در حالی در ایران راه اندازی شده است که جمهوری اسلامی با حکومت طالبان رابطه نزدیک دارد. تهران علیرغم درگیری های نیروهای طالبان در مرزهای اسلام قلعه هرات و ملک نیمروز با نرمش با حکومت طالبان برخورد کرده است.
ایران در زمان حکومت سابق افغانستان نیز به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان متهم بود و بیشتر نیروهای طالبان که حامی ایران بوده اند در استانهای غربی افغانستان که هم مرز با ایران بود حضور داشته اند. در آن زمان اتهام های بر این وارد می شد مبنی بر این که در داخل خاکش پایگاه آموزش برای طالبان ایجاد کرده بود. جمهوری اسلامی ایران حضور نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان را تهدید برای منافع خود می‌دانست و با همین دلیل به همکاری با طالبان اقدام کرده بود. جمهوری اسلامی ایران در زمان هجوم نیروهای ارتش سرخ‌شوروی به افغانستان از نیروهای مجاهدین حمایت می‌کرد. با سرنگونی حکومت جمهوری، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی کشور، در استان پنشیر راه اندازی شد و همکنون نیروهای نظامی این جبهه در چندین استان حضور دارند. جبهه آزادی در مارس 2021 میلادی به رهبری جنرال یاسین ضیا رئیس سابق ستاد ارتش راه اندازی شد و بیشتر فعالیت های نظامی این جبهه در کوهستان های اندراب در شمال افغانستان است، اما مسئولیت حمله های را نیز در استان های پروان، تخار، کابل، بدخشان، زابل و قندهار بر عهده گرفته است. طالبان روز به روز محدودیت های بیشتری بر حقوق شهروندان افغانستان وضع می کنند. طالبان به دختران تنها تا کلاس ششم اجازه رفتن به مدرسه را می دهند و زنان را از کار کردن در نهادهای غیر دولتی منع کرده اند. اقدام های طالبان مبنی بر سرکوب منتقدان انحصار شدید قدرت، اعمال محدودیت بر آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان باعث افزایش نارضایتی از این گروه شده است. حکومت طالبان را تا حالا هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و با گذشت زمان تمایل برای ایجاد یا عضویت در نیروهای نظامی مخالف طالبان افزایش پیدا می کند. این در حال است که طالبان فعالیت نانوایی های زنانه را نیز متوقف کرده اند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 5 و 6 جدی طالبان در شهر کابل فعالیت نانوایی های را که زنان آنها را اداره می کردند تعطیل کرده اند. این اقدام در پی صدور فرمان منع تحصیل و اشتغال زنان صورت گرفته است و طالبان به مالکان نانوایی های گفته اند تا اطلاع بعدی اجازه کار ندارند. یک منبع آگاه در دشت برشی در غرب کابل با شرط محفوظ ماندن نامش به اندپندنت فارسی گفت ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به طور شفاهی به همه نانوایی ها که تمام کارهایش را زنان انجام می دهند دستور داده اند که تا اطلاع بعدی فعالیتشان را متوقف کنند. با گفته این منبع آگاه تمامی نانوایی هایی که زنان آن را مدیریت می کنند تعطیل شده است. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.